بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان و عرض سلام و ادب و احترام، عرض تسلیت دارم به ساعت مقدس آقا و مولا حضرت بقیت الله و یکایک شما عزیزان، دوستان خوب و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم عزاداری هاتون مقبول درگاه حضرت حق و مؤثر در فرج امام زمان قرار گرفته باشه. از توفیقات حاصله از جانب خداوند متعال در فرهنگ اسلامی و تشیع، عرض ارادت و زنده نگه داشتن نام و خاطره های اولیاء الله و بزرگان دینی و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هستش. بر باور ماست و در فهوای کلام معصومین بر این است که دل بخواه و مورد سلیقه ما نیست عرض ارادت کردن، گریه کردن، سینه زدن، روزه رفتن، حتی من اضافه کنم حتی نظری خوردن مکتب اهل بیت روی اسلوب، آداب و انتخاب شده است. ما نمیتونیم بگیم که آقا من میخوام برم یا نمیخوام برم. مطمئنن اگر توفیق حضور در یک مجلسی رو داریم، برای ما ثبت شده و نام ما رو در لیست عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام ثبت و ضبط کردن، که آرزو میکنم ما جز اون دسته از آدمایی باشیم که حرکتمون و حضورمون به تایید مادر عالمیان فاطمه زهرا سلام الله علیها است. خب بینندگانی که هر شب با ما همراه هستند و برنامه کافه پرسش رو دیدن، از ابتدای محرم تا الان میدانند مهمان عزیز و دوست داشتنی من دارم به عنوان کارشناس، جناب آقای حجت الاسلام شیخ حسن شفیعی، باید بگم حاج شیخ حسن شفیعی، که برای بنده بسیار دوست داشتنی و قابل احترامند. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید. جزاكم الله اجوركم. و اجوركم. در خدمتتون هستم. خدا خیرتون بده. خب ما پیرامون ناگفته های عاشورا داریم صحبت میکنیم، ولی الحمدلله و من خیلی خوشحال و خرسندم که پای درس امام رضا و حدیث پسر شبیب که یبن الشبیب ان کنت باکیان علی الشیء فبکل الحسین ابن علی و الی آخر رو، که حالا من نمیخوام دیگه اون عبارتی رو که امام رضا گفتن الان به زبان جاری بکنم، که خود همین خیلی ناگفته ها داره که چرا امام معصوم در رابطه با نحوه شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام از این کلمات به کار میبرند، و حالا اونو بمانه در فصل و وقت خودش. در شبهای گذشته پیرامون اصحاب وفاداریشون و خصایصشون و چه شده است که امام حسین علیه السلام میفرمایند من بهتر وفادارتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، مگه چه خصیصه ای اینها داشتن که فل جمله به عالم بودن اونها و به زبان خودمون چیز دون بودن اونها و یا در عین عبارت در ظاهر و شکل عبارت وفادار بودن اونها نسبت به امامت و ولایت اشاره کردیم. از الان دیگه آقا دست شما. خواهش کنم اگر اجازه بدین، من چون حالا شما یه سیری از ابتدای بحث رو خلاصه بار بیان کردید، من همین سیر رو از روی حدیث که چند بخش کردیم این حدیث رو عرض کردیم که امام رضا سلام الله علیه اول فرمودن که مردم احترام ماه محرم رو نگه نداشتن، با اینکه در جاهلیت این ماه احترام داشت و در این ماه جنگ و خونریزی نمی‌شد. بعد فرمودن احترام پیغمبر رو نگه نداشتن، به تبع بله پسر پیغمبر بود ولو ماه حرام نبود، لااقل به احترام پیغمبر این جنایت نباید اتفاق می‌افتاد، نه که ادعا می‌کنن پیرو پیغمبرم. بعد حضرت اشاره به این نکته کردن که در روز اول ماه محرم، این حدیث در روز اول ماه محرم صادر شده،
حضرت به ریان ابن شهاب فرمودند که روز اول ماه محرم همون روزی که زکریای پیغمبر دست به دعا برداشت و از خدا فرزندی رو خواست و خدا یحیای پیغمبر رو به او داد. این هم قسمت بعدی بود. بعد حضرت وارد همین فرازی شدن که شما بیان کردین که حالا اگر بناست بر چیزی گریه کنی، گریه بر ابی عبدالله، یه روزه مختصر فل جمله ولی پر از حرف، پر از درد در حقیقت، که کیفیت شهادت سید الشهدا رو اشاره میکنن. بعد حضرت به این نکته اشاره کردن که سید الشهدا سلام الله همراه 18 نفر از بنی هاشم به شهادت رسید که این 18 نفر هم در عالم نظیر نداشتند، در روی زمین مثل اینها پیدا نمیشد. بنی هاشم عادی نبودن که بگی با بقیه مردم هیچ تفاوتی نداره. بعد داخل پرانتز عرض کردیم که اینی که بنی هاشم رو حضرت فرمودن اون 18 نفر در عالم نظیر نداشتن، نه اینکه بقیه اصحاب نظیر داشتن، نه، اینجا حضرت در مقام بیان اون مطلب نیستند، ولی خود سید الشهدا سلام الله شب عاشورا به این نکته اشاره کردن که من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و ما به عنوان نمونه به گزارش هایی از زندگی جناب حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه پرداخت. ادامه روایت خدمت شما که این رو داره: ولقد بکت السماوات و سب و الارضون لقتله، آسمان ها و زمین برای سید الشهدا گریه کردن. بعد خود حضرت بفهمه این حالا آسمان چطور میتونه گریه بکنه. یه فراز رو الان جا میندازیم بعد بر میگردیم. حضرت فرمودن یا ابن شبیب لقد حدثنی ابی عن ابیه عن جده علیه السلام انه لما قتل جدی الحسین امطرت السماء دما و ترابا احمر. جدم از پدرش اینطور روایت میکنه که وقتی سید الشهدا به شهادت رسید آسمان امطرت السماء دما و ترابا احمر، آسمان بارید خاک و خون، نه بارش باران متداول، خاک و خون از آسمان باریدن گرفت. این گریه آسمان. گریه زمین چی؟ هر سنگی رو از زمین بر می داشتن، این یه در روایات ما فراهون هست، چند جا بهش اشاره شد، هر سنگی رو از زمین بر می داشتن از زیرش خون تازه جاری می شد. پس شهادت سید الشهدا سلام الله در عالم اثر گذاشته. اینطور نیست که در یک نقطه ای به اسم کربلا این اتفاق افتاده باشه و یه کاری به بقیه جهانش، نه، زمین و زمان تحت شعاع این جنایت قرار گرفت. خیلی جالبه که در گزارش های اخیر هم، حالا مثلا شاید مال 50 سال پیش یا 100 سال پیش، مشابه این حرکت که در همون سال پیش اومده در روزنامه های حتی اروپایی آمده که آقا باران خون اومده. بعد مقایسه کردن، بررسی کردن اون روزی که باران اومده معادل روز عاشورای مثلا حالا در فرهنگ تشیع بوده. این نکته خیلی به نظر من باید روش تأمل کرد که امام حسین علیه السلام همینطور که ابعاد مختلف دارند و برای ما و در ایده و فکر ما کشته شده و تمام شده نیستند، حیند، اون واقعه عاشورا و جریان عاشورا هم همینطوره. این نیست که یه کاری در تاریخ پیش اومد سال 61 تمام، حالا دیگه نداریمش، در حالی که هنوز که هنوزه ما میبینیم هم آثار ظاهری و وضعی و هم ثمره اون حرکت، حالا یا به منفی یا به مثبت. منفیش اینه که ما امام کش شدیم دیگه، حالا یه نسلی از این قبل محرومیت نصیبشون شد. لعنت کنند قتله سیدشون، ان شاء الله امام کش شدن و اونایی که راضی ان به فعل اجدادشون. داره در روایت که وقتی امام زمان سلام الله ظهور میکنن یک دشمن اونها اولاد قتله کربلا، دقیقا فرزندان اونها. امروز همین رو داشتیم با بچه‌ها صحبت کردیم. این اصلا مثلا راوی که داره گزارش میده واسش سخت بود. خب حالا اینا پدرانشون یه همچین چیزی مثلا اینا که حضرت اون راضیه به فعل پدرانشونن، افتخار میکنن. الان داریم بعضی جاها ببینید اونایی که امروز شعارشون اینه که عاشورا یوم الفرح و السرور، عروسی هاشون رو در عاشورا میگیرن. بله. الان بعضا اهل عامه اینجوریه، غالبشون شاید مخصوصا وهابیت نواسب. بله. خب اینا همون کسایی هستند که اگر کربلا بودن اینا الان افتخار میکنن به فعل اونها و میگن خوب شد که این اتفاق افتاد. بله. خودشون اگر کربلا بودن این کار رو میکردن. میکردن. و همونطور که
وجود مقدس پیغمبر فرمودن اگر کسی راضیه به فعل خیر کسی باشه، یه اتفاق خوبی در عالم میفته، ما میگیم الحمدلله خدا رو شکر شریکیم در اون اجر، برعکسش در عملی که عمل خیر نیست، عمل سوءه، اگر کسی رضایت یک کسی دیگر رو میکشه، ظلمن هم میکشه، بگیم خوب شد، حقش بود، فرمان شریکی در اون. این حدیث مال پیغمبر، اهل بیت هم بیان کردن. فرضا این هست، حالا اثری که در عالم گذاشته مشخص، یعنی آسمان و زمین سرخ شدن، اینا دیگه تو روایت ما هست. حالا میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن، ما این روایت اهل بیتمون، یعنی ما بالاخره برای ما حجته. بله. اینی که من دیدم یه وقتی یکی از اعزه خطیب این روایت رو که حضرت فرمودن که جغد حیوانی بود، پرنده‌ای بود که قبل از عاشورا در بوستان‌ها زندگی می‌کرد. بله. و شاهنشین بوده. شاهنشین بود. روی زانو بعد از اتفاقات کربلا و اسارت اهل بیت خرابه نشین شد. دلیقه. و از مردم کنار گرفت. این روایت بیان کن. وقت جایی استهزا می‌کردن، مسخره می‌کردن، این خیلی برای ما خیلی مهم نیست. یعنی ما اعتقاد داریم بارش آسمان و زمین، خون گریه کردن آسمان و زمین برای ما قطعیه، به قسم حضرت عباس سلام الله علیه، چون امام معصوم فرمودن. بله بله، این اتفاق هم میشه. پس تو عالم اثر گذاشته، چه کسی بفهمه چه کسی نفهمه، چه ما متوجه بشیم چطور اتفاقی، چه متوجه نشیم، همین که امام ما فرمود برای ما کفایت میکنه. نکته بعدی که حضرت میفرمان، من میخوام اینا رو دارم یه کمی ازش سریع رد میشم، میخوام یه نکته ای رو به فراخور جمله قبلی که راجب اصحاب سید الشهدا، یاوران سید الشهدا گفتیم، در مقابلش راجب قتله سید الشهدا هم عرض کنم. واسه این دو سه تا جمله رو داریم زود ازش میگذریم، تون بیان میکنیم، علتش اینه. من یه چیزی داره تو ذهنم غلیان میکنه، حیفم میاد نگم، در رابطه با اینکه انسان به فعل دیگری راضی باشه، او هم در این امر شریکه. بعضی از بزرگان به ما توصیه میکنن، حالا اونهایی که مبادی اخلاق اسلامی هستن، آقا مشهد مشرف میشین، خواجه ربی خیلی ها میرن زیارت. این آقا یک حرکت خیلی بدی رو در سیره زندگیش انجام داده که بعضا توصیه میکنن اصلا به زیارت ایشون نرید. سر سجاده بوده، خبر شهادت امام حسین علیه السلام رو بهش میدن، چند دقیقه تأمل میکنه و بعد سالیانی استغفار میکنه که چرا برای شنیدن خبر شهادت امام حسین من مثلا از ذکر خدا غافل بودم. لذا الان میگن که آقا او ممدوح نیست عملش و مذمومه. ببینید تا این حد بعضی ها حساس و نگاهشون به بحث سکوت یا رضایت یا همراهی متابعت داره نسبت به حتی کسانی که 1400 سال پیش به قول معروف این حرکت رو انجام داده. لذا به نفس خودم اول میگم تو دستگاه امام حسین سعی کنید موافق با امام حسین باشید، حتی بی‌طرف بودن هم قشنگ نیست. یاد بدیم بخویم، که میگم سعی کنیم، یاد بدیم به خودم، تمرین کنیم. آقا ما برای هر کاری الان داریم تمرین میکنیم دیگه، تمرین کنیم موافق با جریان امام حسین باشیم، خاصتا امام حسین، چون چوب بدی داره. خیلی برادرانه میگم، شاید اصلا روایی هم نی، ولی تجربه ثابت کرده و دیدیم آنچه که در جامعه پیش اومده، اونهایی که به هر ترتیبی خواستن یک حتی بعض مواقع فضولی به اصلاح، من اینجوری میگم ببخشید گناه بی ادبیشم گردن من، به فضولی به اصلاح دستگاه امام حسین بلند شدن، لطمه دیدند. پس سعی کنید توی دستگاه امام حسین خیلی دخالتی نکنید، چون حافظش و برگزار کنندش و اون کسی که پرچمش رو روز به روز داره بالا میبره کسی دیگری است. به تعبیر ما تلویزیونی ها کارگردان اصلا کسی دیگری است. حالا من بین الهلالین این نکته الکلام یجر الکلام، بله حتما دوستان که مشهد مشرفشن یک برنامه بذارن برای زیارت قبر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ احمد کافی رحمت الله علیه، بار نداشته باشن در کنار. بله نه اون که بله حتما از فیض شما. حالا بفهمده شما الکلام یجر الکلام، بعد از رحلت ایشون شاید تا نزدیک 30 سال پرفروش‌ترین نوار سخنرانی، یا بعد تبدیل شد به سیدی سخنرانی، سیدهای سخنرانی مرحوم کافی بود. همین الان ما در رسانه‌مون هنوز تقاضا داریم آقا چرا مثلا بیشتر از اینی که دارین پخش میکنین، واقعا چون نفس
چیز دیگری بود دیگه. حالا به تعبیر این تعبیری که یا این نامی که گذاشتن بلبل بوستان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شه، واقعا برازنده ایشون بود و حتما دست ها این خواسته، من تعبیرم دست های خواسته جامعه رو محروم از حضورش، جزم بر این که نام ایشون و یاد ایشون محو بشه بدون تعارف. والله شما نگاه کنید 42 ساله از رحلت ایشون گذشته، ما دوروبرمون نگاه کنیم نه یک خیابانی، نه یک مدرسه، نه یک دانشگاهی، نه یک حسینی، هیچ جا به اسم ایشون نشده. و این کسانی که هیچ خیری برای زندگی مردم نداشتن، هیچ خیری برای آخرت و دنیای مردم تو امان نداشتن، خیابون‌های عریض و طویل به اسم اونها هست و مدارس، دانشگاه‌ها تو قالب شهرها و مثلا روستاها. حتی من از همین شهر قم وقتی سمت اصفهان وقتی میرم، اولین روستایی که ما میرسیم همین خیابونی که کنار جاده است، تابلو زده مثلا خیابون دکتر فلانی، میگم نگاه کن او هم همزمان تقریبا با مرحوم کافی از دنیا رفت، ولی چقدر تا الان بنابر این خیابان و نمیدونم مدرسه و دبیرستان و هنرستان و دانشگاه به اسم او هست که واقعا تهش نگاه میکنه هیچ خیری برای دنیا و آخرت مردم نداشته که هیچ. این هم انحراف ایجاد کرده بین قشر دانشجو مخصوصا. حالا حتما از تعظیم نام و یاد این بزرگوار هم فراموش نشدی و گفتیم دیگه. حالا برنده شما خواهش میکنم. حضرت فرمودن لقد نزل الى الارض من الملائکه اربعت آلاف لنصره، روز آشورا 4000 تا ملک نازل شدن تا سید الشهدا رو یاری بکن. فلم یعذن لهم، بهشون اجازه داده نشد. خب این باز سابقه هم داره، در آشورا لشکری از اجنه هم به آمدن که کمک کنند، جناب زعفر جنی که تا زمان مرحوم آیت الله بروجردی علی الظاهر در قید حیات بودن و حتی اینطور نقل میکنن که مرحوم آقای بروجردی براشون مجلس فاتحه ختم، بروجردی یا مرعشی، آیت الله بروجردی براشون مجلس ختم هم گرفتن. بله. حتی یعنی تعظیم کردن. خب اینا حاضر شدن اما حضرت بهشون اذن ندادن، به ملائکه همینطور اذن ندادن. خب بنا نیست از راه غیر متعارف، والله قمر منیر بنی هاشم اگه قرار بشه راه غیر متعارف باشه، قمر منیر بنی هاشم حالا به تعبیر من متعارفش رو عمل میکنه، قاسم ابن الحسن، ازرق شامی و هفت تا پسراش که به عنوان نمونه که آقا ما اگه قرار بشه نشون بدیم قدرتمون رو، کسی جلودار اهل بیت نیست، قدرت الهی که در اختیار اهل بیت است. ولی فرمودن بنا نیست که از این راه‌های غیر متعارف کار انجام شه، ولی زب ملائکه اذن ندادن، به اجنه اذن ندادن. خب حضرت فرمودن که فهم عند قبرهی شعص قبرن الى یقوم مهدی عجل الله تعالی فرجه، اون لقب خاص قیام کننده. بله حضرت فرمودن که اینا با همون حال خاکالوده بودن که این البته سفارش اهل بیت برای زیارت سید الشهدا فرمودن به این هیئت شما برای زیارت برید، با همون گرد و غبار سفر برید، تشنه برید، گرسنه برید. گفتن آقا برای بقیه اهل بیت مثلا شما میگید غسل کنید، مثلا لباس نو بپوشید. حضرت فرمودن که به خاطر اینکه شبیه مزور بشید، خود سید الشهدا با این حال به شهادت رسید، شعصن قبرن جاء ان عطشان، گرد و غبار و خون به سر و صورت ابی عبدالله و تشنه و گرسنه حضرت به شهادت رسید. از فهمیدن اینطور زیاد آقا راه کربلا رو باز کن، ما قول میدیم با همین هیئت اونجا آمدیم یه جوری عزاداری بکنیم که همه این کاستی های این سالهایی که باز بود و ما آمدیم و قدر ندونستیم برطرف بشه انشالله. فقط این راه رو انشالله همه، من خواهشم اینه که همه بیننده ها یکی از دعاهای جدیشون بعد از دعای برای فرج امام زمان سلام الله علیه همین باشه، این دلخوشی در این دوره سخت غیبت که زیارت سید الشهدا بود، این اگر از شیعه گرفته بشه خیلی چه انرژی، چه تعظیم شعائری در اربعین سید الشهدا لاغر میشد، شیعه اصلا جون میگرفت، چه خودنمایی میشد در عالم، شیعه خودش رو نشون میداد به همه عالم که ما اینیم، ارباب ما اینطوره. این اگه قرار بشه یه دفعه ای گرفته بشه از شیعه واقعا دردناک بود. فلذا ادعا یرد القضا و ادعا یرد القدر حتما مخصوصا ایام بعد از عزاداری ها
با صورتی که از اشک چشم خیسه بعد از دعای برای فرج امام زمان سلام الله حتما برای باز شدن راه کربلا هم دعا کنید. فیکونون من انصارهی و شعارهم یا لسارات الحسین، این 4000 تا ملک میمونن کربلا تا امام زمان سلام الله ظهور با همون حال خاک و بالاخره قباری که بر سر و صورت میریزن حالشون همینه، منتظرن تا امام زمان سلام الله که ظهور کردن جزء انصار امام زمان خواهند بود، در انتقام خون سید الشهدا شرکت خواهند کرد و شعارشون هم اینه که یا لسارات الحسین، این شعار این هست. این دیگه به اندازه دو تا سه تا جمله مختصرا از این حدیث رو جلو رفتیم. اون نکته ای که چقدر وقت داریم تا دعای دوستان به من اطلاع بیدن 8 دقیقه. 8 دقیقه خب پس روی همین موضوع بمونیم. بله من فکر کنم بله اون موضوع جدید ابتر نمونه. یک جمله دیگه من از این بخونم. یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدک غفر الله لک کل ذنب اذنبته، اگر گریه کردی بر جد مظلوم ما ابا عبدالله گریت به اینجا کشید که روی گونه تو بلغزه، اشک از چشمت خارج شد آمد روی صورته. اثرش اینه، فکر نکنی که بی فایده است و اثر نداره، اثرش اینه. آه وقتی آه که اون نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده دیگه از عشقی که آره میچکه این دست بالاشه. اگر عشق سرازیر شد، این روایت ما مرحله به مرحله، بله بله من میدانم، ولی گفتم که سرازیر شد این حالو داره، اگر تو چشمت جمع شد این حالو داره، اگر فقط رطوبت چشمت یک کمی بله. زیادتر شد، حالا به موجه و اینها نکشید، اون یه حالتی داره. آقا اونم نمیتونیم، حضرت فرمودن ادای گریه کردن که میتونی تباکی کن، اونم نمیتونی، نفس که میتونی بکشی، همین که فرمودین نفس المحموم به ظلمنا تسبیح، یعنی یه فضایی که هر کی بیاد یه توشه ای میبره. کسی دست خالی از جلسه اهل بیت، از جای حالا ولو اینکه حالا شما جلوی گیرنده هاتون نشستین و داره میبینی، هم میشه مجلس دیگه، حالا ما از این طرف شما به عنوان مستمع، اگر مغموم شدی ناراحت شدی، این قصه تو دلت آمد، همین نفس ها، نفس هایی که تو همین جلسه میزنیم، اینا دیگه با نفس های قبل و بعدش فرق کنه. دقیقا ثواب سبحان اللهی داره که بالاخره اجرش در روایات بیان شد. با حضرت فرمودن که حالا اگر جاری شد، غفر الله لک کل ذنب اذنبت، خدا همه گناهانی رو که تا امروز انجام دادی میگذره، صغیرن کان او کبیرا، کوچک باشه یا بزرگ باشه، قلیلا کان او کسیرا، کم باشه یا زیاد باشه. ببینید این خب از قدیم این دست روایات یه جورایی بالاخره مخالف زیاد داشته که آقا مگه میشه، چطور میشه، ببین خیلی پذیرشش راحته. من نمیدونم چرا انقدر بعضی اصرار دارن، ببین تو یه جاهایی اصرار دارن که خدا نه هیچ عذابی نمیکنه، خدا خیلی مهربون، حالا که میخواد خدا رحمتش رو نشون بده به واسطه رحمت الله الواسعه، بعضی ها میان مخالفت میکنن، میگن نه این منطقی نیست، این با عقل جور در نمیاد. ببینید دوستان بزرگوار، به همین راحتیه که من عرض میکنم خدمت شما، یعنی پذیرشش واقعا سخت نیست، کسی یک کمی تأمل بکنه. ببینید این ربطی به من نداره، خداوند متعال. ببینید مثال خیلی ساده میزنم، وقتی یه دانش آموزی خبطی میکنه از کلاس بیرونش میکنه، یک عزیز بزرگواری مثلا یک معلم مثلا یک کلاس دیگه ای بزرگواری امام جماعت مدرسه مثلا میاد ردش میونه، این بچه بیرون وایسه، دست بچه رو میگیره میگه چرا بیرون اومدی، یه مثلا این اشتباه رو کردم منو بیرون کرد، در میزنه به معلم میگه آقا من خواهش میکنم که شما از گناهشون بگذرید. اون معلم دیگه نگاه به بچه نمیکنه، نگاه به اشتباهش نمیکنه، نگاه میکنه درخواست چی آمده داره وساطت میکنه، میگه آقا این امام جماعت مسجد مدرسه است، احترامش واجبه، دیگه چونه نمیزنه با اون که نه این خیلی، میگه چشم احترام شما این بار رو هم میگذره. اینجا بنا نیست که من پروندم مشخص بشه که توی پرونده من چی بوده، چه گناهایی بوده، کوچیک بوده. من حضرت یه جوری میگه اصلا گمان نکنی که نه، فقط گناهان صغیره رو حضرت مثلا حضرت رب جل و علا میگذره ازش، نه اصلا
خدا کار به نامه عمل تو نداره، میبینه تو چه واسطه ای آوردی. آقا طرف مهدور و دم بود، حضرت فرمودن که هر جا پیداش کردید خونشو بریزید. آمد ابی عبدالله 5-6 سالشون بود، رو دوش گرفت اومد محضر پیغمبر، گفت با این واسطه ای هم که آوردم بازم گناه من نابخشودنیه؟ حضرت فرمودن خوب واسطه ای رو آورد. میخوام بگم این قسمتشو نگاه کن، یه کسی مثل این قطره اشکی که من بر سید الشهدا میریزم، یعنی پای ابی عبدالله دارم باز میکنم تو اختلاف خودم با خدا، میگم خدایا من خودم میدونم چیکار کردم، من گناه ها و خطا و خطا مردم ندارم، من میدونم تو چیکار داری به این که، حالا به تعبیر خودم نگاه کن واسطه کیه. من در خانه ابی عبدالله آمدم که همه هستیشو برا تو داد، از همه هستش گذشت. خدا هم دیگه با ابی عبدالله تو تعبیر خود چونه نمیزنه که نه اگه گناه کما رو بیاری من میبخشم. نه واقعا یه همچین واسطه ای مثل سید الشهدا سلام الله علیه، و این تعظیم سید الشهدا است نه تعظیم من. نخیر. اگر خدا از گناه احترامی که برای اون واسطه قرار گرفته میشه، اگر خدا از گناه عزادار و گریه کنه ابی عبدالله میگذره، در حقیقت داره سید الشهدا رو تعظیم میکنه. و سید الشهدا مقامش انقدر بالاست که هر چقدرم تعظیم بشه بازم جایگاهش هست، جانشون داره، باز اون حق ادا نشده، اون حق چون از همه هستش به تعبیر امام زمان سلام داره در اون تشرف، اون جریان، اون پادشاهی که در بیابان گم شده اینا، اون پادشاهی گفت من اگر بخوام حق این پیرزن رو منصفانه ادا کنم باید از این تخت بیام پایین، چون اون همه هستیشو برا من داد، من همه هستیمو باید بدم، باید از این تخت بیام پایین، تاج بذارم سر این پیرزن، بگم همه این هستی من، این پادشاهیم بود، پادشاهیم برا تو، از الان به بعد من نوکرتم. خدا خداییشو نمیتونه بده، اما غیر از خدایی همه چی میتونه بده، یکی شالا گذشتن از و شفاعت. بله. خیلی ممنون، متشکر. بریم دعا کنیم به جان آقا جانمون، انشاءالله به برکت نگاه فرزند برومندش منتقم آل الله از ما بقیه زمان غیبت بگذرند و به اعمال بد ما هم نگاه نکنند، فقط دست خالی ما رو پر کنند. اللهم عجل ولیک الفرج. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرض علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد احياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 الغو 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 أدركني 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 الساعة الساعة العجل العجل العجل
بحق محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. انشاءالله که لطف میکنند خود حضرات و ما رو در مسیر امام شناسی قرار میدن و منت سر ما میگذارن و ما بقیه زمان غیبت رو بر ما میبخشن. یکی از راههایی که ما رو میتونه به امام زمانمون نزدیک بکنه همین شناختن جد بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شاگرد اول بودن در مسیر گریه بر مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. وقتی خود حضرت صبح و شام بر جدشون گریه میکنن تا جایی که گریهشون خونالود میشه، من با این تعبیرم به جای عشق خون گریه میکنند، برای ما حجت تمام است که چگونه پرچم سید الشهدا رو با اشکمون نگهداری کنیم. اگر این چنین شد اون وقته که میتونیم بگیم آقا من از شما تبعیت میکنم، عاشق شما هستم، حتما از کرامتی که از این خانواده سراغ داریم آنگاه نگاهشون رو بر ما میاندازن و ما هم انشاءالله جزء محبین آجانمون حضرت بقیت الله قرار میگیریم. الهی آمین که اینجوری بشه. آقا در خدمتتون. من خدمت شما عرض کردیم یک شمه ای رو از خصوصیات اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه که بی نظیر بودن در عالم، مثل و مانندی نداشتن به شهادت خود ابا عبدالله سلام الله علیه که حضرت فرمودن من با وفاتر و بهتر از اصحابم سراغ ندارم. از کردیم اگر توفیق داشته باشیم یه نیم نگاهی هم به قاتلین سید الشهدا داشته باشیم، اینهایی که بالاخره باعث این اتفاق شدند. و من دو سه تا گزارش رو آماده کردم اینها رو بخونم ببینیم که کیا بودند، مثلا ریشه این جریان و ریشه، چون میدونید این اتفاقی نیست که بگیم مثلا با یک روز دو روز برنامه ریزی و مثلا هماهنگی اتفاق افتاده و این مصیبت عظما بر عالم اسلام و بر همه عالم تحمیل شده. نه، یک ریشه هایی رو داره دیگه، شاید از اینجا بعدش رو بشه واقعا اسمش رو گذاشت ناگفته ها، یعنی تا اینجاش رو شاید نظائرش رو شنیده بودن. ولی خب من یکی دو تا گزارش رو اگر اجازه بدین، جناب آقای خوارزمی اون قرن 6 حدود 800 سال قبل، عالمی است از علمای اهل سنت عامه، کتابی داره به اسم مقتل الحسین. مقتل الحسین خوارزمی، مقتل الحسین داره گزارش هایی رو که چون میدونید ما وقتی توی مقاتل همین امروز هم شبهه هست که به مادهین و روزخون ها این ایرادات رو میگیرن که اینا رو شما در آوردین برای گریوندن مردم، بالاخره اینها رو در آوردین و حالا مگه میشه این اتفاق ها پیازداغش هم زیاد کردید، پیازداغش هم زیاد میکنید و اینا. ولی من یه گزارش رو میخوام اولا در پاسخ به این شبه، ببینید اینا که دیگه در تیم قاتلین هستند، یعنی لشکر مقابل سید الشهدا کسانی بودن که پیرو خلفا بودند و مخالف خلافت بلافصل امیرالمومنین سلام الله علیه. بخوایم دو دسته کلی بکنیم، مسلمان ها رو تقسیم بکنیم به شیعه و عامه، در حقیقت اینا در گروه عامن که قاتلین غالبشون از همین گروه عامن، بعضیشون که اصلا دین ندارن، مثلا میگیم نه در شیعه میگنجن نه در عامه میگنجن، یه تعداد که کلن بیدینن، اونایی هم که در دایره اسلام هستند عامی مسلکن، سنی مذهبن در حقیقت، یعنی خلفا رو پذیرفتن، اولی دومی سومی امیرالمومنین رو هم اگر قبول دارن به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن که اونم باز خیلی توش تردید، شواهدی هست در کربلا که دشمن امیرالمومنین سلام الله علیه. بله خوارزمی در البته یه قانون کلی داریم دیگه، وقتی امام حسین علیه السلام با این همه فضائل کسی منکر او میشه، در روایات داریم که باید به حلال زادگی و به مادرش و امثال اینها مثلا در مقوله امامت شک میکنه،
بایستی به اون نگاه رفت دیگه. حالا اگر در قاتل قرار گرفت، در جایگاه قتل قرار گرفت، که دیگه مشخصا دو پشته. آره دیگه، یعنی اسلام بودنش و مسلمان بودنش که هیچ، مراحل بعدیش رو باید دیگه نگاه کرد. این تصریح خود سید الشهدا سامان الله هم چند جا در صحبت کردن هاشون تصریح به این کردن که اینا ان الدعی ابن الدعی، اشاره به این که اصلا اینا در نسب اول، اگر شما اگر دینم ندارید چم ندارید، نسب رو نگاه کنید ببینید دنبال کی مثلا رفته. فوقف، این گزارش جناب خوارزمی سنی در مورد مقتل خود سید الشهدا است، یعنی دیگه همه اصحاب به شهادت رسیدن، بنی هاشم به شهادت رسیدن و دیگه سید الشهدا سلام الله علیه تنها موندن. من حالا تا یه جایش رو فاکتور میگیرم، این قسمت آخرش رو که به بحث من مربوط میشه با چند خطی مقدمه عرض کنم. فوقف یستری، حضرت یه چند لحظه ای رو وسط میدان توقف کردن تا استراحت کنند. وقد ضعف عن القتال، چون جسارت جنگ، شدت جنگ باعث ضعف حضرت شده بود. حالا گرسنگی و تشنگی رو هم شما زمینه بفرمایید. بله. آقای خوارزمی این رو گزارش نمی‌کنه، فقط میگه ضعفشون به خاطر زیاد جنگیدن. فبینا هو واقف، در همین حالی که حضرت ایستاده بودن، اذ اتاه حجر فوقع على جبهته، یک نانجیبی سنگی رو پرتاب کرد سمت سید الشهدا سلام الله، این سنگ پیشانی حضرت اصابت کرد. میگم اینا یه وقتی شما که مداحین افتخار روزه خونی دارین میگین، بعضیا میگن که نه دارین پیازداغشو زیاد میکنین، از کجا نوشته، سندش کو. بله. دیگه سنی داره نقل میکنه، اصلا هیچ ربطی به ما نداره. فسعلت الدماء، من جبهته، خون از پیشانی ابی عبدالله سرازیر شد. سلام الله. فأخذ الثوب، حضرت این دامن پیراهنشون رو گرفتن، لیسمح عن جبهته، تا پیشونیشون رو پاک بکنه با لباسش. فأتاه سهم محدد مسموم له ثلاث شعب، در همین حالی که حضرت پیراهنشون رو بالا گرفتن تا خون رو از پیشانی مبارکشون پاک بکنن، تیر سه شعبه ای آمد و وقع فی قلبه، به سینه ابی عبدالله، به قلب ابی عبدالله اصابت کرد. فقال الحسین علیه السلام، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، و رفع رأسه الى السماء، سرشون رو به سمت آسمان بلند کردن ابو عبدالله، و قال الهی انک تعلم، خدای خودت میدونی، انهم یقتلون رجلا، اینا دارن کسی رو میکشن، مردی رو میکشن، لیس علی وجه الارض ابن نبی غیره، که غیر از او، یعنی من باشم، من امام حسین، دارم به دست اینها کشته میشم، اینا میدونن، تو هم میدونی خدایا، که دیگه پسر پیغمبری غیر از من الان رو عالم نیست. در عالم وجود نداره، اولاد پیغمبر از امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، تصریح خود پیغمبر که فرمودن ذریه من از دخترم فاطمه است، یه نفر رو، یکی از این پسرها رو در کوچه بنی هاشم کشتن، محسن ابن علی سلام الله علیه، امام مجتبی سلام الله علیه رو در مدینه مسموم کردن، فقط من موندم. نمیگن اون جریانی که مسیحی در مجلس شام به یزید اعتراض کرد که من 70 تا واسطه دارم با پیغمبرم، تا برسم به پیغمبرم، ولی مسیحی‌ها اینقدر اکرام میکنن، خاک کف پای من رو هم دارم برای تبرک، شما چجور با یه واسطه؟ این همون حرفه، فقط من یه دونه موندم از اولاد پیغمبر، همون یه دونه رو اینا جمع شدن به عنوان اینکه امت پیغمبران دارن میکشن. ثم اخذ السهم، از تیر رو گرفتن، و اخرجه من وراء ظهره، الله اکبر، تیر رو از پشت، از کمر خارج کرده. حالا دیگه اینا روزه هایی که بله، چرا از جلو در نیوردن اینا. فانبعث الدم کالمیزاب، خون مثل ناودان جاری شد، سرازیر شد از سینه ابی عبدالله. فوزع یده علی الجرح،
حضرت دستشون رو بر این خونها گرفتن، خونی که داره از سینه مبارکشون سرازیر میشه. فلم ممتلعت دمن رما بهی به ها الى السماء، این خون رو به آسمان پاشید. فما رجع من ذالک قطرتن، یه قطره برنگشت. و ما عرفت الحمرته فی السماء حتی رمى الحسین به دمه بدمه الى السماء ثم وضع يده، این سرخی آسمان رو میگن، این خونی که رفت باعث سرخی آسمان شد. ثم وضع يده على الجرح، از اینجا به بعدش من خواهش کنم توجه بیشتر بفرمایید، اینا رو مقدمه خوندم تا به اینجا برسم. ثم وضع يده على الجرح ثانيا، یه مرتبه دیگه از دستشون رو زیر این خون گرفتن. فلما امتلأت لتخ بها رأسه و لحیته، وقتی مرتبه دوم دست مبارکشون از پر کردن این خون پر شد، این خون رو به صورت و محاسن محاسنشون. شریفشون مالیدن. و قال هاکزا والله اکون حتی القا جدی محمدن صلی الله علیه و آله وسلم. حضرت فرمودن من میخوام اینطوری باشم، جدم رو ملاقات بکنم، صورتم و محاسنم به خون قلبم رنگ شده باشه الانی که میخوام جدم رو ملاقات کنم. و انا مخذوبان به دمی و اقول، چی بگم با این حال برم پیش پیغمبر چی بگم؟ و اقول و یا رسول الله قتلنی فلان و فلان، برم به جدم بگم که فلانی و فلانی من رو کشتن. خب چرا اینجا سانسور شده؟ دو نفر اسمی که سید الشهدا سلام الله علیه اردن به عنوان قاتلین، قاتلین اصلی، چون میدونید اگر میخواستن حضرت نام ببرن 30,000 تا رو باید به عنوان کسانی که مباشرتاً در جنگ و قتل شرکت کردن، هر کسی یه چیزی زده، یکی نیزه زده، یکی شمشیر زده، یکی سنگ پرتاب کرده، همه اینها بودن. اما دو نفر رو حضرت اسم بردن که البته خوارزمی اون رو فاکتور گرفته، فاکتور گرفته به فلان و فلان. البته حالا یه کتابی منتشر شده، من اینو از عتبه سید الشهدا سلام الله علیه گرفتم، فلان و فلانه در کتب عامه، در مخصوصا صحاح عامه روایات رو نقل میکنن، جریان رو نقل میکنن، اما به مصداق که میرسن خب شما همه داستان فلان و فلان، خیلی وقتا برای اینی که اسم طرف مقابل مهم نیست، یک کسی این کارو کرده مهم نبوده، فلانی آقا میگیم یک کسی رد شد، مثلا یه فقیر نشسته بود کنار خیابون من بهش کمک کردم، اون که اون فقیره کی بوده خیلی مهم نیست، من میخوام بگم که یعنی مثلا من این کار خیر رو انجام دادم. اما تو جریانات که مهمه کی این کار رو انجام داده، نام رو فاکتور گرفتن، جریان رو نقل کردن، نگفتن کی بوده، فاکتور گرفتن. اونجا با تحقیق تو اون کتاب میگه که ببینید این روایت مثلا بخاری آورده میگه فلان، بعد اسم نیامده، همین روایت همین جریان رو مثلا مسلم در کتابش آورده اون فلان رو معرفی کرده، گفته مثلا خلیفه اول بوده که این کار رو انجام داده، با تحقیق مشخص کرده سانسورها رو. حالا این سانسور اگر بخوایم روشنش بکنیم، یه از حواشی مطلب از حواشی اولا علمای علم رجال، اونایی که دقیقاً ذیل این روایت کار کردن، براشون هیچ تردیدی نیست، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که این اولی و دومی، فلان و فلان اولی و دومی که اینجا آمدن، اینا کیان؟ متخلف اول و دوم. آره. حالا من میخوام یه گزارش دیگه ای رو بخونم، این رو ابن حجر در السوائق المحرقه میاره، از قول غزالی نقل میکنه، اینا دیگه کسانی هن که عامه برای اینها خیلی احترام قائلن و کلی عناوین و القاب و الامام نمیدونم، بله دیگه غزالی مشهوره به الامام. بله ابن حجر از غزالی نقل میکنه که قال الغزالی، میخوام بگیم چرا سانسور شده این اسامی، چرا سانسور شده، علتش اینه. قال الغزالی و غیره، ابن حجر میگه غیر غزالی هم اینو گفتن، حالا من از غزالی اسم میبرم، غیر از غزالی هم این حرف رو زیاد میزنن که و یحرم علی الواعظ و غیرهی، حرام است بر واعظ و غیر واعظ، تو خونتون نشستی با زن بچه داری رفزن، واعظ نیستی دارید حرف میزنی، حرام بر همه مخصوصا بر واعظ روایت و مقتل الحسین، روایت کردن از مقتل ابی عبدالله، جریان شهادت سید الشهدا، نقل کردنش حرامه. چرا غزالی و غیر غزالی این حرف رو میزنه؟ خودش میگه و یحرم علی الواعظ و غیره روایت و مقتل الحسین و حکایاته و ما جرا بین الصحابه من التشاجر و التخاصم،
دیگه چی؟ اختلافاتی که بین اصحاب بوده، اینا رو هم نباید نقل کرد. همونطور که کربلا رو تصریح میکنه، میگه اتفاق کربلا رو که حالا بعضی از صحابه اون طرف بودن، بعضی از صحابه مثل حبیب و اولاد پیغمبر سید الشهدا سلام الله این طرف بودن، اینا رو نباید به کسی گفت، حرام گفتنش. چرا؟ فانه یهیج علی بغض الصحابه و طعن فیهم و هم اعلام الدین. میگه اگه اینا رو گفتی مردم نسبت به صحابه بدبین میشن. خب بشن، به خاطر اینکه بعضی ها بدشون نیاد یک واقعیتی رو دارن پنهان میکنن. حقیقت رو نگیم که مردم نسبت به صحابه بدبین میشن. وقت میگه صحابه اعلام دین و هم اعلام الدین، کی گفته اینا اعلام دین؟ و خدا در قرآنش این همه توپ و تشر میزنه به صحابه، این باعث نمیشه که اینا مثلا شخصیتشون در ذهن مردم بیاد پایین. و من حولكم من الاعراب، خدا تو قرآنش به پیغمبر میگه که اگر نگاه کنی دور و برت میبینی بعضی از همینایی که دور و بر تو هستن، و من اهل المدینه مردو علی النفاق، کسانی که همشهری تو هن تو مدینه زندگی میکنن، مردو علی النفاق یعنی نفاقشون نفاق جدی و حرفه‌ای است، منافق حرفه‌ای ان در حقیقت. اینا صحابه نبودن؟ شما میتونی به خدا بگی خدای خب چرا بدگویی کردی مثلا از صحابه در قرآنت، ولی به مردم به واعظ میگن آقا نگید این حرف رو نزنید. داستان در جای دیگه است، قرار نیست صحابه بد می، قرار یک دو نفری مسئول باشن. بله مسئول باشه. حالا من یه گزارش دیگه میخونم. چقدر وقت داریم؟ به من اشاره کردن 10 دقیقه. 10 دقیقه، خب خودش کلی وقته. بله اگر کسی دنبال حق باشه در 1 دقیقه میتونه نور رو تشخیص بده دیگه. من این گزارش رو هم فوالله، این از لحوف سید ابن طاووس میگه مت الله علیه، قال فوالله لا انسا زینب، اینو دشمن گزارش میکنه، لا انسا زینب بنت علی تندب الحسین و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب. من هیچ وقت یادم نمیاد، دشمن داره میگه من هیچ وقت یادم نمیره اون لحظاتی که سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسید، این صحنه ای که از حضرت زینب سلام الله علیها دیدم، این رو من فراموش نمی کنم که بر ابی عبدالله گریه می کرد، با سوز جگر ناله می زد. چی می گفت؟ یا محمدا بناتک سبایا، خطاب پیغمبر عرضه می داشت که بناتک سبایا، دختران تو دارن به اسارت می برن، و ذریتک مقتله، فرزندان تو رو اینجا به شهادت رسوندن، کشتن. هازا حسین المجزوز و رأس من القفا مسلوب الامامت و الردا. به ابی این گزارش ها رو میده، به ابی من اذها اسکرهو فی یوم الاسنین نهبا، بابام فدای اون کسی که لشکر، پدرم فدای این شهیدی که لشکرش رو روز دوشنبه سر برید. الله اکبر، کنایه از اون روزی که در خونه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها آتش زد. یعنی ببین حضرت زینب سلام الله علیها دارن اشاره میکنن که ریشه این اتفاق کربلا مال امروز نیست، مال صبح عاشورا نیست، مال دوم محرم که کاروان وارد کربلا شد نیست، مال خلافت یزید نیست، مال خلافت معاویه نیست، این بر میگرده به بعد از شهادت پیغمبر. هرچه شد بین در و دیوار، در و دیوار شد. اونجا بود که پایه ظلم به اهل بیت ریخته شد، کنده شد و همه ظلم ها از اونجا شروع شد. اونجا پشت در برادرم محسن ابن علی رو به شهادت رسوندن، مادرم حضرت زهرا رو به شهادت رسوندن، برادرم پدرم امیرالمؤمنین رو به شهادت، کیا به شهادت رسوندن؟ اینایی که دنبال همین حکام افتادن دیگه، اینایی که خلاف سفارش پیغمبر، که این هم حضرت تصریح کردن، سفارش کردن، به نحو وجوب اعلام کردن، به نحو استحباب اعلام کردن، گفتن آقا اگر حتی کسی میخواد اجر رسالت من رو بده، این همه زحمت کشیدم، همه اینها رو جمع بکنید بیارید نسبت به اهل بیت من محبت داشته باشید، هوای اهل بیت من رو داشته باشید. اما از همون روز اول ببینید این از کنار هم گذاشته، میگم بعضی جاها تصریح شده که نام اون دو نفر برده شد تو منابع شیعی که هست، اگرم نه این پازلا رو که کنار هم بچینیم در میاد میشه. قاتلین اصلی کسانی که این بنیان ظلم بر اهل بیت رو گذاشتن کیان؟ مخصوصا این که
بالاخره دیگه کسی در این فضا یک کمی کار کرده باشه میدونه تصریح اهل بیت بر این که ریشه همه ظلم‌های عالم، نه فقط این شهادت حضرات معصومین علیهم السلام، همه ظلم‌هایی که در عالم داره اتفاق میفته، همه اینها به خاطر این شد که نذاشتن امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیغمبر مسیر پیغمبر رو ادامه بده، مسیر رو منحرف کردن، امروز این حلال رو حرام کردن، فردا اون حرام رو حلال کردن، بدعت‌هایی رو گذاشتن، چقدر خون به ناحق ریختند، چقدر ظلم‌ها اتفاق افتاد، مثل به تصریح علمای عامه، به تصریح کتب معتبر عامه، مثل ابوبکر حاضر نشدن حد اجرا بکنن، گفتن خالد ابن ولید شمشیر خداست، حالا جنایتی کرده که کرده، ما حد رو بر او اجرا نمی‌کنیم. همه اینا کنار هم دیگه همه زحمات پیغمبر رو از بین برد. بله، پس اگر قرار باشه ما از قاتلین سید الشهدا سلام الله علیه نام ببریم، باید از ریشه او گذر تاریخ رو باید به جای دیگه سقیفه و به مدینه برمیگرده، از اینجا شروع بکنیم. بسیار عالی. همینجور که ما به تبع برای بیان وقایع و حالا فضای شهادت آقا رسول الله میریم به خیلی عقب‌تر، اون فکرهای ترور حضرت در شبهای مختلف، اینها توی مقوله شهادت امام حسین علیه السلام هم همینطوره، یک پوسته ظاهری داره، یک قضیه بطنی و عمقی داره که پوسته ظاهرش اینه که شمر و خدمت شما رزم عمر سعد و امثال اینها، ولیکن ریشه در جای دیگه داره و همون برداشتن، نمیدونم پاک کردن، جمع کردن سفره رسالته که خب برمیگرده به همون دو نفری که سعی کردن اونجا دردن بعد از خود آقا رسول الله این کار انجام دادن، نشد و آتشش زبانه کشید تا کربلا و بلکه تا زمان حال ما داره. این نکته ای که حالا وقتای بعضیا ذهنشون درگیر این شبهات میشه که مثلا وای شمر آنچنان بود و نمیدونم عمر سعد این چنین بود و این هم جانباز صفین بود، اون فلان بود، بسا بود، این هم خواهش میکنم که یک تأملی در تاریخ بکنم. این شما سبقه این افراد رو نگاه بکنید، صرف اینکه یک کسی یک مثلا حالا خطیبی آمد میخواست استفاده اخلاقی بکنه، یک حرفی رو بدون پشتوانه علمی بیان کرد که بله اینا آدم های خوب بودن، اینا اینطور بودن، اینطور بودن، واقعا هم اینطور نبود. نه دیگه، اگر خوب بودن که سفلت الاعراب بودن، ارازل و اوباشی بودن اینها، که حالا بحث نسب هیچی که سید الشهدا عرض کردیم چند جا اشاره میکنه که این اصلا رگ و ریشه خانوادگیشون همه اهل گناه و معصیت بودن، به هیچی پایبند نبودن، از رگ و ریشه حضرت اشاره میکنه تا یا پایین خودشون افرادی بودن، زندگیاشون رو شما نگاه کنید. بله ما این رو قبول داریم که عامه جاهایی آمدن برای اینکه شهادت سید الشهدا سلام الله علیه رو ضعیف جلوه بدن از اینا تعریف کردن، ولی کسی تأملی در تاریخ بکنه میفهمه این ساخته و پرداخته دست راویان یا جائلانی است که برای خشومت حکام، بله برای سکه، وقتی دیگه علنی مثلا فرض کنیم که معاویه بخشنامه میکنه که آقا فرمانداران که آقا هر کسی در مدح عثمان مثلا فضیلتی رو نقل کرد، شما یارانش رو زیاد بکنین، مثلا اون درآمدش از بیت المال بیشتر بشه، به خودتون نزدیک بکنید، تو دربار راهش بدید، بالاخره باش مؤانسه، هر کسی رو احتمال دادید که شیعه است سریع حقش رو قطع بکنید، او رو دور بکنید، به اتهام شیعه بودن بکشید، نمیخواد ثابت بشه بکشید. توی همچین فضایی چجور توقع دارید که بدیهای اصحاب مثلا قاتلین اهل بیت علنی بشه و بیان بشه و از اون طرف مثلا خوبیایی برای اینا ساخته نشه؟ یعنی روشن اصلا نمیشه به این گزارش های هرچند ضعیف، البته خیلی قوی نیست، ولی به همین اصلا نمیشه توجه کرد. شما کار رو ببینید، اصلا فرض کنید ما از مثل شمر و عمر سعد و همه اینا هیچ گزارشی نداریم. شما نگاه کنید در کربلا یا در شهادت علی اصغر سلام الله علیه که تردیدی نیست، هر کسی این گزارش رو بخونه که آقا یه تعدادی وایسادن اون طرف و یک طفل شیرخواری رو، یک طفل 6 ماهه ای رو اولا آب ندادن، بعد حاضر شدن به این کیفیت به شهادت برسونن، دیگه دنبال چی میگردید؟ چه مدرکی، چه سندی ما باید بیاریم که معلوم بشه این آدمای پستی بودن؟ دیگه از این سند بالاتر، حالا فرض کنید در جنگ صفین هم بوده، در جنگ صفین هم بوده، دنبال پول بوده،
دنبال رئیس قبیله شون آمده. اینا ارادتمندان به امیرالمومنین نبودن، اینا دنبال فرمانداران و رؤسای قبایلشون آمدن. از کجا میگی؟ از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود آقا من امر کنم بجنگید، گفتن نه خیر ما با قرآن نمیجنگیم. حرف امیرالمومنین سلام الله علیه اونجا برو نبود، پیش اینها مطیع کلام امیرالمومنین سلام الله علیه نبودن. سابقه شون روشنه، اگرم تردید هست ولش کنید سابقه رو، کربلا رو ببینید. پستی یک روزه ایجاد نمیشه در وجود کسی. بگین صبح عاشورا بلند شدن، خب دیگه آدمای پستی شدن، تا قبلش خوب بودن. یک عمری در پس کسی، یه حیوان، یه گنجشکی رو اگه تا حالا این کار رو نکرده باشه وقتی میکشه خودش اذیت میشه. اینا چقدر قبلش انسان بیگناه کشته بودن یا کشته شدن انسان بیگناه رو دیده بودن و دفاع نکرده بودن از مظلوم که در کربلا حاضر شدن خودشون این جنایات رو انجام بدن، مباشرتاً یا دستور بدن که نیروهای تحت امرشون این کارها رو انجام بدن. میخوام میگم مطلب خیلی روشنه. آری، فقط کافیه یه قدری دقت بکنیم و نگاه بکنیم، خیلی زود به دست میاریم که چه اسرائیلیاتی اصطلاحاً وارد تاریخ کردن برای اینکه یک آبروی بر بعضی ها جمع بکنن. ولی یک نکته رو من بگم و ختم کلام، اینها آدم های پست و رذلی بودند، با این وجود شناخت کامل نسبت به سید الشهدا علیه السلام داشتن. چون به هر حال آقا رسول الله جا به جا به قول معروف و را به را حالا به قول عوام از این خانواده و افراد، خاصتا حالا امام حسین که خامس آل عبا هم بوده، تعریف کردن. آره من میگم مثلا تعریف پیغمبر هیچی، اینا با سید الشهدا زندگی کردن، تو یک شهر ابی عبدالله رو دیدن. بله. برخورد سید الشهدا، کرامت سید الشهدا، متانت سید الشهدا، مهمان نوازی سید الشهدا، نماز سید الشهدا، مگه ندیده بودن اینها رو؟ همه رو شما نگاه کنید ببینید، یک مرجع تقلید، یک مثلا فرض کنید فیلم نمازش پخش مردم نگاه می‌کنن میگن وای چه آدم خوبیه. بله. یعنی عمری با ابی عبدالله زندگی کرده بودن، عیناً دیده بودن، لمس کرده، گزارش‌های پیغمبر و سفارش‌های پیغمبر اینا اصلا فرض کنیم که به گوش اینها نرسید. شما با سید الشهدا زندگی نکردید، یک بدی از سید الشهدا یا اهل بیت پیغمبر دیدین، یک گزارش بد، یک خبط، یک خطا، یک ظلم که حالا بخواید اینطوری مثلا موضع بگید در براش. خب این امر خیلی روشن، بسیار عالی. من گوش زد میکنم به خودم و شما، به جمله امام سجاد علیه السلام که نظیر این کلمات رو فرمودن حضرت که اگر پیامبر توصیه به ظلم و بدی کردن به ما میفرمودند، این اندازه‌ای که به ما ظلم شد دیگه بیشترش محقق نبود. شما ببینید چقدر اینها آدم‌های رزل و پستی بودند که حداقل اگر اونها نبودند ذریه همونایی بودند که در مدینه همین رذالت رو در برابر مادر ما و خدمت شما عارضم که جد بزرگوارمون امیر مؤمنان علی علیه السلام در آوردن. خیلی ممنونم جناب آقای شفیعی، امشب هم لحظات خوبی رو با هم بودیم و از شما بینندگان هم قدردانی میکنم. یک فاصله میگیریم و یک خداحافظی، باز دوباره با برنامه دیگری در خدمت شما خواهیم. در پناه حضرت حق باشید. یا علی مدد. آمین.